خب میریم تا در این قسمت عملیات دیلیت یک روز رو از دیتا تیبلمون پیاده سازی کنیم. ابتدا یک کانکشن SQL می سازم. CN SQL connection connection string خودم رو بهش پاس میدم. if try cache finally connection that status برابر با connection status that close boot cn ابتدا open بشه SQL command cmd برابر با new sql command کامندم رو delete from جدول پرسون var id برابر با id cmd dot command text dot command typeش رو برابر با command type dot text قرار میدم. cmd dot parameters dot add with value ID برابر با user ID که در بالا تعریف کردم و cmd.execute نان query متدش رو فراخوانی میکنم. خب میخوام که اینجا زمانی که عملیات دیلیت انجام شد به من پیغام بده که کدوم کاربر با چه نامی دقیقا دیلیت شد. برای این منظور برمیگردم به این قسمت. به جایی که یوزر سلکت میشه ابتدا در بالاترین سطح برنامه در جایی که یوزر آیدی رو تعریف کردم یک استرینگ یوزر نیم هم تعریف میکنم. ابتدا مقدار خالی یا نال قرارش میدم و در این قسمت زمانی که سلکت میشد و آیدی رو برای من میگرفت در اینجا یوزر نیم رو برابر با سلکت آیتم دات نیمش بکنم. برمیگردم به اینجا و از دیسپلی حالا برای نمایش مقادیری که میخوام با کاربر خودم داشته باشم استفاده میکنم یوزر نیم به اضافه یک خط فاصله به اضافه
پیغامی که میخوام به کاربرم بدم خب ران میکنم برنامه رو اینجا اکسپشن من رو از دیسپلی آلات این عبارت اکسپشن رو بهش پاس میدم و متن ورودیش ایکس مسیج رو براش فراخونی میکنم. اوکی و تمام. ران میکنیم برنامه رو. به ممبر لیست خودم میرم. خب به عنوان مثال میخوام جان رو دیلیت بکنم. زمانی که به سمت چپ بکشم و سیفت ویه من نمایش داده بشه، اگر برای دیلیت کلیک بکنم میبینید که به صورت اینفو برای ما میاد که You want this person deleting? Yes. یک بار از صفحه میرم بیرون، مجددا وارد لیست میشم، میبینید که جان رو برای ما حذف کرد. خب برای اینکه بعد از کلیک بر روی دیلیت پیج ما هم رفرش بکنه و اطلاعات رو آپدیت بکنه، کافیه که فقط بعد از اینکه پیغام رو نمایش داد یک بار دیگه یک نویگیشن پوش بکنیم روی پیج ممبر لیستمون تا برامون عملیات آپدیت رو انجام بده. رام میکنم یک بار دیگه. خب این بار مقدار جواد عظیمی رو دیلیت میکنیم. میبینید که به مثلی که دیلیت انجام شد پیج ما هم آپدیت شد و فقط دو مقدار رو برای ما گذاشت. خب دوستان اینم از دیلیت یک ممبر از پلیلیست. در ویدیوی بعد میریم تا نحوه ادیت یک پرسون رو در صفحه بعد داشته باشیم. تا اونجایی که در ویدیو قبل هم کار کردیم، الان اگر بر روی ادیت کلیک بکنم ما رو هدایت میکنه به یک پیج امتی که از قبل تعریف کردیم.